رامین بابا بیا من دیرم شده. بجون سلام یخشوی صورت خیلی آقای نوری خانش خانی به رامین خان چطوری؟ هم پیده ای؟ وقتی برا نمیاد تو دوم نشین با نمیشین حال دیگه تموم شد؟ آره پنشم سپشتی دیگه نه؟ شما بیشتر بلکه الله آقای افشاری بله بنده یه عرض مختصری خدمتون داشتم بفرمایید میخواستم اگه بشه شما رو به تنهایی ملاقات کنم یه دعوت کوچیک من با هیچ کس قرار ملاقات خصوصی و تنهایی نمیذارم اینو همه میدونن اگه امری دارید تو اداره بفرمایید یه موضوعی بود که میخواستم با شما در میون بذارم البته خصوصی بذارید خیالتون راحت کنم من اهل خلاف نیستم ببین بیا تو سلام سلام کجایی؟ این پرونده امروزه من میرم تا آمونی رو برمیگردم باشه رامین من داد بدارم تو همینجا میشینی واسه خودت نقاشی میکشی تا من برگردم شیطونی نمی کنی به چیزی هم دست نمیزنی فقط هم پشت میز من میشینی فهمیدی؟ رامین با تو هم اولیاء دم مقتول مرحوم برات‌علی اولیایی نقطه نظر خودتون رو در خصوص گزارش هیئت کارشناسی دادگاه رو صراحتاً بفرمایید. آقای قاضی این پرونده به وسیله همین ایشون کلی برای سنگ اندازی شدن یه مدتی هم تمام کاسه‌کوزه‌ها رو سر پیمانکار شکست پیمانکارم که حالا رفته خارجم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل بردرخت او و بازرسی اداره کار قبول ندارد سه ماه تمام کارشناسای شما نظر خودشون دادن شما جانشین حضرت علی هستید من برادر من به من رحم کنید به بچه یتیمش رحم کنید معذرت رضای خدا معذرت پیغمبر اونوقت ما تمام زندگیمون از دستمون رفته از بس آمدیم و رفتیم زن و بچه و کوچ و کلفتمون اصلا از بین رفته بودن و ما رنگ کنید خدایی هست تقاص ما رو میگیره آخرش آقای ظالم اتهام شما دایر بر تصویب در یک فقره قتل غیرعمدی کارگر ساختمانی برات‌علی اولیایی به میزان 90% مجدداً قرائت و تفهیم میشه آخرین دفاعتون چی آقا؟ با اجازه جناب قاضی آخه شما چرا اجازه میدین در محضر محترم دادگاه اینجوری به من اهانت بشه؟ آخه چه قتلی عزیز من؟ چه قتلی؟ چه کشکی؟ این حرفا کدومه؟ اولا مقصر 100% اون حادثه خود اون کارگر بوده که بدون تجهیزات ایمنی بدون کلا و چیزای دیگه یهو پریده تو گودال جناب قاضی ثانیاً من پول زور به کسی نمیدم من باج نمیدم بی خودم برای من سابقه درست نکنی وجدان نداری چرا میگی باج خون اون نظر برادر باج ساکت باش برادر من چه خبر آخر آقا این باجه ما باج خوریم کوری نمیبینی این بچه یتیم بغل مادرش باج کدام من نفهم بزن بشین بزن آقا شما بگی بشین بشین خانم آقا موشین آشان رو بگی بگی آقای نوروزی حواست بشه تو نمایی دادم من خبر کنم آره داشتم میگفتم آقای توسلی رو راست بگم من اگه جای رئیس دادگاه بودم چشمامو میبستم موکلی تو با یه تیپا از دادگاه مینداختمش بیرون تا بره هر غلطی که میخواد بکنه بکنه به جان تو اگه ساکت مونده بود حرف نمیزد تو همین دادگاه من کارو فیصله میدادم بابا من کلی با فامیلای مقتول صحبت کرده بودم قرار بود یه پولی بهشون بدم رضایت بدم برم پی کارشون همه رو ریخ بهم یکی نیست بهم میگه آخه مرد حسابی اگه ناسلامتی من وکیلتم خب بذار دو کلمه من به جای تو حرف بزنم همین چهار تا پورتی هم داره انگار پارتیش خیلی کلفته نیست تا دلت بخواد پشتش حسابی قرصه تو رو خدا راضیش کن حق این بدبخت بیچاره رو بده گناه دارن به خدا
حالا که به قول معروف میگن یه ساختمون درست همون جایی که بیچاره مقتول مرده ساخته و فروخته که به برج 22 طبقه افشار جون ساختمون چیه؟ 22 طبقه؟ ای بی یا ماشین آقا رو نگاه کن حال عجب بنزی بنزی دیگه آره چه رنگی داره حیف این ماشین به این مامانی که مال اون گاریچیه حیف نون چیتونه میگه چشمامو میبستم و با یه تیپا از دادگاه کدوم زنشه اینوری یا اونوری؟ هر دوتا منشیاشم یعنی زن نداره؟ داره دوتا هم داره ولی خب ایران نیستن دوتا زنش با سه تا دخترش سوئیس زندگی میکنن اینجا خودش با یه دونه پسرش تنها یه قصب چه بزرگی بیا اینم برای تو داده این چیه؟ انام اون گاریکه برای تو بذار چی به طلاقی اون یکی میام؟ افشاری جون قربونتم یه وقت زود واسه دادگاه بعدی بده بذار زود از شهرش خلاص شیم بریم قربونتم باشه حالا ما سعی خودمو میکنم بذار بختارو ببینم بعد پس بهم خبر بده تلفنمو که داری تو اون پاکته چقدر بود حالا چون تاوانیه داره مرغ و برنج میده همیشتر به خاطر این میگم 10-15 هزار تومانی باید باشه دستش داره مشکش برو پسش بده بهش بگو فلانی گفت من اهلش نیستم کور خوندی بذارمش تو کشو نه خیر رشوه چیه؟ شما یه وقت نزدیک برای دادگاه بعدی تو میخوای منم بهتون میدم احتیاج به این حرفا نیست خیلی خوب هر چی تو بخوای پس بریم خبر بده باشه خدا خانم سقطی رامین اونجاست شما میتونین بدون کاری که میکنین از برنامه‌ریزی پیسو بگیرین ببینین اینجوری خیلی بهتره حالا همین برنامه‌هاتون به صورت پشت سر هم خلاصه اینجا میبینین پس اینجوری جای کمتری از وارداتتون اشغال میشه هی رامین بیا ببینم چیکار داری میکنی باز دوباره مرکه گرفتی آقای افشاری من خودم بهش اجازه دادم داره به ما چیز یاد میده بذارین همینجا بمونه نه خانم سقفی اون دفعه که دیدین آقای موشیری تذکر دادم این درست نیست برای من مسئولیت داره ماشاءالله اطلاعاتش تو کامپیوتر فوق العاده است بله خیلی با استعداده خانم سقفی هر بچه‌ای به جای درس و مشق و مدرسهش فقط کتاب کامپیوتر بخونه همین بدبختیرم داره نگین تو رو خدا چرا براش کامپیوتر نمیخرین حالا که اینقدر استعداد داره حیوونی حالا قول 100% داده که برام یه پنتیوم 3 بگیره به به مبارک آره قول دادم ولی شرطم گذاشتم چرا شرطشو نمیگی؟ خودت بله قول دادم براش کامپیوتر بخرم به شرط اینکه معدلش 20 باشه 20؟ یکم سخته خب دیگه کامپیوتر خوب نمره خوبم میخواد بیا بچه ما قبلا هم دیگر یه جایی دیدیم قیافت آشنا ولی هر چی فکر میکنم یادم نمیاد بله همینطوره کجا هم دیگر دیدیم؟ تو دادگاه دادگاه؟ کدوم دادگاه؟ هر دوتاش هم بار اول که به جرم شرکت به اختلاس بزرگ بانک ملی شعبه بازار محاکمه میشدی هم بار دوم یعنی 4 سال و 2 ماه بعدش به جرم شرکت توی باند بزرگ سرقت مسلحانه محاکمه و محکوم شدی من منشی دادگاهتون بودم حالا یادتون اومد؟ میگم خدایا این چیه که آخر اینقدر آشنا من معذرت میخوام خودتون خواستین که یادتون بیارم کجا هم دیگه رو دیدیم وگرنه من شخصا عادت ندارم مجرما رو که تو خیابون اینور اونور میبینم به روشون بیارم تو کتابتو بخون بچه فکر نمیکردم دیگه کسی منو بشناسه اصلا انتظارشو نداشتم قیافتون به کلی عوض شده ولی صداتون نه من از همون اول که گفتین راهن صداتون شناختم ای والله به این هوش و ذکاوت این آقا به سرت دیگه بله خیلی عوض میخوام سوال میکنم شما الان باید تو زندان باشین یادم تو دادگاه آخر 23 سال براتون حبس گنیده بودین چطوری بیرونی؟ از بس جا نیست و شلوغه منم یه عادت بدی که دارم اینه که تو شلوغی نفسم میگیره واسه همین مجبورم بزنم بیرون چاره ای نیست و یعنی خلقم تنگیش ما رو بگو این همه رو پرونده شما کار میکنیم و زحمت میکشیم به خیال خودمون داریم بلی نسبت شما مجرم رو تو شهرها جمع میکنیم واقعا که مسخره است بهتون بر نخوره ها منظورم به شما نیست همه رو میگم بخیال ببخشی سوال میکنم هنوزم تو کار خلافی؟ انگاری گیر دادی ها گفتم بخیال دیگه من همینجا پیاده میشم مهمون باش قابل نداره از خلاف افشاری راستی اسمت چی بود؟ افشاری حمید افشاری
آره افشار جون بی خیال ما شو، انگار نه انگار ما رو دیدی. ها بذار به حساب بوز آوردن قبولش کنی. از من که کاری ساخته. آره میدونم، یه وقت گیر ندی ها، شطور دیدی ندیدی یا ها. دوستم نیست، فقط میشناسمش. مختاری اسمش چی؟ اسمش اسقر سارقه، یعنی معروفه به اسقر سارق. یه خلافکار حرفه‌ایه بابا. چرا دستگیرش کردی؟ چرا چندین بار دستگیرش کردی؟ ولی باز هی دستگیرش کردیم، فایده ای نداره. چرا؟ بلکن بچه من چه میدونم، تو هم حالا گیر داری به من؟ به دعواست به مسافره باشه. 300 تومن از سرابان. رامین همینجا باش تا من برگردم، جایی نریا. چشم. سلام. ببخشید آقا جون، کارنامه بچه‌ها رو کجا میدن؟ بفهم. ببینید، فاین نمره گرفتن. ببینید خود با. آقازاده شما باعث افتخار این مدرسه. اینو جدی میگم آقای افشاری. ملاحظه بفرمایید. به. به. اختلاف سلس دوم و سوم حیرت آوره. ما حتی فکر کردیم گفتیم شاید اشتباهی پیش اومده. مجدداً همه چیزو با دقت کنترل کردیم، دیدیم نه هیچ اشتباهی در کار نبوده، بلکه این فرزند خود شما بوده که تونسته به این رتبه برسه. مگه چند شده؟ معدلش منظورمه 20. 20 شاگرد اول این مدرسه. 20 و یکی از دانش آموزای ممتاز نایی. اسمش هم فرستادیم وزارت خونه تا تو لیست اداره ثبت بشه. اگه نظر منو میخواین من میگم به جای پنتیوم چی که داره قدیم میشه پنتیوم فور بگیره. اون دیگه چیه؟ ارزون تره؟ نه من میگم پنتیوم فور تو میگه ارزون تره، جدیده بابا. چی یعنی سه؟ فور یعنی چهار. اینو که میدونم. خب پس چی؟ سرعتش هم خیلی بالاتر از پنتیوم 3ه. هاردش هم بیشتر از 30 گیگاست. خیلی کیفیته. بدبختی رو برای من درست کرد. عوضش قبول میکنم مانیتور شما یه اینچ کوچیک‌تره. یه اینچ نه بیشتر. این کامپیوتر باشه. خوش اومدید. بازم تشریف بیارید. هر شبت حضورتون میشه 710,000 تومان. البته یه تخفیف جزئی هم حضورتون تخفیف میکنه. قربان جناب. قربان با شما هستم. بگی ببینم بابا اومده خود هست شاید چه بابا 710,000 تومان چقدر گرونه بابا. نقدی میپذیرید یا چک پول من عوض بکنم؟ اینا ارزون ترش نیست. منظور؟ منظورم اینه که ارزون تر از این نمیشه؟ پنتیوم 3 نه، ولی اگه توی پایین تر مثلا 486 بخواید یکم چرا، ولی من توصیه نمی کنم چون قابلیتاش کمتره. دیگه کسی این کارو نمی کنه، یعنی دیگه آپدیت نیست. به سرتون میدونم. شما یکم بری عقب‌تر باشین آقا، بریم کنار. خیلی معذرت میخوام، حق با شماست. فکر میکنی مگه داری با گاسپارو چترنگ میزنی؟ چیکار کنیم؟ نمیخری؟ یکم سب کن بابا، بذار ببینم چی کار باید بکنم. بگم براتون آماده کنم؟ بالاخره شما تصمیمتون رو گرفتی؟ نه خیر، یه عرض کوچیک داشتم خدمتتون. بفرمایید. اینا که اینجا نوشتیم نمیشه یکم مختصرتر بشه؟ اینا همه به هم مربوطه عزیز دل من. یعنی چی که مختصرتر بشه؟ یعنی مثلا مانیتورش رو نمیخوان که نمیشه، مادربردش رو نمیخوان که نمیشه، موسش رو نمیخوان که نمیشه، پس چیش مختصر بشه؟ نمیفهمم. خیلی معذرت میخوام، واقعیتش اینه که من یه خریتی کردم، به این بچه قول دادم که کامپیوتر براش بخرم، ولی حالا سلامتی قول دادی بعد بخرین دیگه. خیلی واسه پرسرت کنم. میدونم اجازه بدین، این قیمت برای من سنگینه، من نمیتونم. آقای محترم اینجا که میوه فروشی نیست دارید چونه میزنید؟ من که نمیگم اینجا میوه فروشیه، شما اجازه بدین من عرضم تمام من میشه. گرفتارم عزیز من، شما میتونید یه دست دوم از یه جای دیگه بخرید. من روز میخوام دست دوم نرد. من که نگفتم دست دوم. شما چرا نمیذارین آدم حرفشو بزنه؟ هیچی که به درد شما بخوره نداری. اصلا هیچ کدوم از اینا فروشی نیست، اینا به درد شما نمیخوره. بفهمت خواهش میکنم. خیلی روز میخوام سرکار کنم. من میبینیم چی گرفت داری من
شیطونه میگه چشمامو ببندم و بزنم همه چیز در به داغون کنم. چی گفتی؟ با شما نبودم. شما میسین که دعوا داری. آخه این درسته؟ ببر صدا تو. حالا نشونت میدم. فرمت کن بزن باید بیا. این ریان چی شد؟ گرونترین کامپیوتر دنیا رو میخرم، فقط یکم به من مهلت بده، فقط یکم. توالتی زیر بله، اون پایی توالت؟ اینقدر دنبال من نگاه، دارم به اون شرکی میکنم. باشه باشه، من خود بزنم. پس سه زنده به در بزنید که بدونم لاغل شمایی. چه سه تا؟ چند تا؟ دوتا. هیچی؟ آقای سید که نیومد؟ نه چی شای بابا؟ هیچی، هیچی. اگه آقای سید اومد، نگو من کجام. بگو بابام رفته چیز، بگو رفته دبیرخونه. نه بگو رفته پایین یه کاری داشته، زود برمیگرده. تو همینجا بشین از جا تکون نخور. باشه منم چیز میکنم، یعنی الان میرم برمیگردم. باشه الهی با میده تو، من الان میام. شما چرا اینقدر نگرانید؟ نه برعکس، من خیلی هم خون سردم. این شما که دست باشین از قیافتون معلومه. من یه زحمتی براتون دارم. شما سیگار دارید؟ همین الان میخوام. نه مسئله نیست، اینجوری گفتم. چه پندک قشنگی. قابلی نداره مالی شما. نه همینجوری گفتم، امکان نداره. من فندک زیاد دارم مالی شما. خیلی ممنون، چون اصرار میکنین قبول میکنم. شما تالا از این کارا نکردید؟ چرا؟ تالا برام خیلی پیش آمده، من سابقم زیاده. نگفتی کار چیه؟ میخوام یه نوبت دادگاه برام جا به جا کنی. میتونم، زودتر میخوای درسته؟ باید برم سفر، میخوام تکلیفم زودتر روشن بشه. چند؟ چی چند؟ چقدر میدی؟ پول منظورمه. کار مهمی که نیست، فقط میخوام به جای ماه آینده همین ماه باشه، همین. اتفاقا خیلی هم مهمه، اگه بفهمم برام کلی درد سر داره، یه سوی برات خرج برمیداره. پس اول شما نظرتونو بگید ببینم اصلا صرف میکنه یا نه. کار چیه؟ فکر نکنم شما این کاره باشی. ولش کنید، از خیلیش گذشت. داری میری؟ خب باید بریم دیگه، ممکنه یکی بخواد بیاد این تو. اگه ما دوتا رو با هم دیگه اینجا ببینن که درست نیست. من خودم درستش کنم، نگران نباش. چند روز میخوای بیاد تو جوره؟ کی میخوای بیاد بخش؟ من که گفتم مرسر شدم. اگر چیلی کردیم و you
بابا من اگه کامپیوتر نخوام تو حالت خوب میشه؟ نه، چون حالا من کامپیوتر میخوام. دیگه هم هیچ وقت این حرف رو نزن. میخوام با حرف بزنم ولی تنهایی. چه حرفی؟ گفتم که تنهایی. خوب فرمایش. خیلی دنبالت گشتم تا پیدا کنم. بی خود گشتی؟ بله، حق سکوت و اینجور حرف نیستم. اون تلفن به پلیس زنگ بزنه بگو من کجا مو جایزه تو بگیرم. میدونم فایده ای نداره، سابقتی دارم. خب پس چی؟ من کلی مجرم میشناسم، ولی به نظر من تو با همه اینا فرق داری. درسته، راستش کمتر مجرمی رو میشناسم که به اندازه تو کارش حرفه‌ای باشه. فقط به نظر من تو یه مشکل داری. مشکل؟ چه مشکلی؟ بقیده من مشکل تو اینه که تنهایی. واقعا تنها. روشن‌تر حرف بزن تا ببینم چی میخوای بگی. تنهایی خلاف کردن چیزی توش نیست. همیشه برد با اوناییه که یه باند درست حسابی حرفه‌ای دارن، یه باند از آدمای خوش فکر، باندایی که کارهای درست حسابی میکنن، نه آفتاب دوستی. تا حالا باندای مافیایی به گوشت خورده؟ اونا هیچ وقت با خطر روبرو نمیشن، چون تو همه مراکز مهم و حساس مثل دادگستری آدم دارن، آدمایی که هوای اعضای باند خودشون دارن، ولی نه علنی. برو سر اصل مطلب. چایی که میخوری؟ آره، بدم نمیاد. قاسم چایی بده. من اومدم اینجا تو بهت پیشنهاد یه همکاری بدم، اگه بخوای. تو چی باشه؟ یه آقای خرپولی با یه پسر 13-14 سالش تنهایی زندگی میکنه. من اونو میشناسمش. اون حاضره برای سلامتی و دیدن دوباره پسرش همه زندگیشو یه جا بده. چطوره؟ شوخی که نمی کنی؟ نه، اصلا شوخی در کار نیست. طرف کی هست؟ اطلاعات طبقه بندی شده، طالب گوشت خورده. یه چیزایی پس دیگه هیچ وقت نپرس. همینقدر بگم که روش کار و فکر حسابی شده، تحقیق شده، نقشه هم آماده است. بسه جرم جرم سنگینیه، خیلی خطریه. تو که خودت بهتر میدونی. طرف تو دادگستری پرونده داره، اون با من. ما میتونیم از نزدیک مراقب رفتار و عکس العملاش باشیم. اگه بخواد اقدام خطرناکی بکنه ما بلافاصله میفهمیم. ببینم، میشه بگی چند نفریم که روی نقشه کار میکنه؟ نه، اطلاعات طبقه بندی شده. به زودی یادت رفت. خب راستش حسابی قاطی کردم. من به طرف میدم، چون تو یه آدم سنتی و محافظه کار و واپسگرا هستی، بهت بر نخوره. شیوه‌های کارت هم قدیمی و به درد نخوره. خب برای همینم عقب موندی و نتونستی خودت از این وضعیتی که داری نجات بدی. یادم گفتی عهد و عیالم داری. خب چرا نباید بچه های من و تو بتونن مثلا یک کامپیوتر درست حسابی داشته باشن؟ تفلکی ها.
چقدر قراره یارو رو تیغ بزنی؟ اونقدر که ارزش این ریسکو داشته باشه. هر چی تیغ دیم 50-50. نه امکان نداره. 30-70 یک کلام بدون چونه. واسه چی؟ واسه اینکه تو که یه نفری، ولی ما یه نفر نیستیم. اگه قبول نکنی ناشارم برم سراغ یکی دیگه، چیزی که فراوانه خلافکار. بفرمون نوبرش که نیومده. که شروع میکنی؟ بهت خبر میدم خیلی زود. حاجی تلفن. بله. آره خدا من جماله تو امروز به همین زودی؟ چیه؟ نکنه جا زدی؟ خب اگه پشیمون شدی مسئله نیست. ما خودمون این کار انجام میدیم حتی بدون تو. نه اشی، ما وقتی که دست دادیم یعنی دست دادیم. کجا ببینمه؟ فهمیدم. اما باید برم خودش. چه زود؟ آره ما که امروز کاری نکردیم. کاری نیست. اینا یا خیلی حرفه‌ای‌ان یا خیلی احمق. باید رفت و دید. تو برو باید ترتیب کارا رو میده. اصلا رفتم بچه ها رو خبر کن. امروز ساعت 3 شروع میکنیم. یعنی همین نیم ساعت دیگه؟ آره. وظیفه تو اینه که پسر را جلوی خونه‌ش رو میدوزی و به من ملحق میشی. من دو تا خیابون اونورتر تو ماشین منتظرت نشستم. سم کارت بی نقص انجام میدم. باش از اینجا بریم. باز چی؟ دارن به همون مشکوک میشن. این نقش است. ساعت 3 راننده پسره رو از باشگاه تنیس میاره خونه. اینجا. ماشین جلوی در نگر میداره. خودش پیاده میشه تا درها رو برای خودش باز کنه. حالا پسره کجاست؟ تو ماشین. آفری. چون تو ماشینه تو نقشه معلوم نیست، یعنی ما نمیبینیمش. این هم تویی که داری میدویی اینجا. میبینی؟ آره. خب بعدش؟ خب بعدش معلومه دیگه. یه ماشین بیراننده که روشنه و یه پسر تیتیش مامانی که کلی برامون میارزه توش نشسته. همه چیز آماده است برای اینکه مثل برق بپری پشت ماشین رو بگازی. من تو این خیابون تو ماشین منتظرت هستم اینجا. چه؟ مثل که سوال دیگه ای داری؟ آخه همین؟ به همین سادگی؟ نه، این شروع کار ماست. بعدش وارد مرحله دوم میشیم که اصل ماجراست. خب مرحله دومتون چیه؟ چیه؟ ترسیدی؟ از تو بعیده. خونسرد باش، نترس. نترسیدم. بعدش قراره چه غلطی بکنی. همه چیز بستگی موفقیت تو داره. اگه تو بتونی کارتو خوب انجام بده که من مطمئنم میتونی، بعدش وارد مرحله دوم میشیم، وگرنه نه. وای به حالت اگر منو مچل خودت کرده باشی. من یه حرفه‌ایم. خدا کنه منو برای یه کار احمقانه و ساده گیر ننداخته باشی، چون اون وقت کارت داره. میتونی همین الان قبول نکنی؟ خداحافظ. من اصراری ندارم. اون وقت بازم کار انجام میشه؟ خب معلومه که انجام میشه. رای دیگه این چیز. خیلی دلم میخواد بدونم با کیا طرفم. بریم. کجا؟ دلام هستم اگه نمیخوام بچه رو بدازی. چرا؟ چرا؟ خب یه بریم. بچه جون ساکت باش، تو کاری نداری. ساکت.
برو بالا. ولو کن نمیخوام. گوش کن بچه، اگه ساکت باشی حرف نزنی کارو باید نرم. راست میگه، راست میگه. فقط یه صد آروم بگی به خواب و نترس. آره نترس. خب بریم. بریم. خب بریم دیگه. باغ بزرگ و با صفاییه. مارو کیه این باغ؟ مال یه آدم خیلی پول داره که اون برقاب زندگی میکنه. ایران نیست. خب حالا شما همینجا بمونید تو هم برم یکم خوراکی براتون بخرم. خب بعدش زود برمیگردم. مواظب باش، اینم کلید در قفلش کن و بازش نکن. من دو تا تقیه ستایی براتون میزنم. باش. یه کسی به من بگه من کجا؟ شما کی هستین؟ چی میخوای؟ سلام خانم، من میخواستم با آقای زاره صحبت کنم. من یکی از دوستانشون هستم، لازم نیست اسم منو بدونیم. من به خانم قبلی هم گفتم من باید با خودش صحبت کنم، یه کار مهمیه. باشه دست من. فکر میکنم اون کسی که منتظر تلفنش بودیم پشت خطه. جواب بده. الو الو. سلام جناب آقای محسن زاره، خوب گوش کنیم چون هیچ چیز دوبار گفته نمیشه. فرزان پسر شما گروگان ماست، ما اونو در مقابل پرداخت 1,000,000 پول نقد صحیح و سالم به شما تحویل میدیم. چی؟ 1,000,000 چی آقا؟ با هیچ کسی دیگه هم در این مورد صحبت نکنید، تاکید میکنم هیچ کس. منتظر تماس بعدی ما باشید. بعد که یعنی اونا 1,000,000 دلار از من میخوان؟ 1,000,000؟ خونسرد باش، خونسرد. سلام. سلام علیکم، خوش تشریف آوردین. سوپر متعلق به خودتونه. خیلی ممنون. نون چی؟ نونم داری؟ نونم داریم، کره پنیر تازه محلی هم داریم، همین امروز از دهات اطراف برامون اومده. بدین از اونام بدین. زغال خوبم داری؟ نه زغال نه، زغال. به سلامتی این طرف ها باغ خریدیم؟ نه خیر، باغ یکی از دوستانمون هستیم. توکل به خدا، ایشالا یه باغ باصفا بخریم. کی قراره اینجا بمونی؟ تا وقتی که من بهت خبر بدم. من میرم تا به کارهای دیگه اون برسم. تو باید حسابی مواظب باشی، ممکنه سر کله روستایی ها که خیلی هم خصوصاً این طرف ها پیدا بشه. ما با هیچ کس قراری نداریم،
درباره هیچ کس غیر از من بازی میکنی. یکم هم به اون پسره بریز، نظر بهش سخت بگذره. جون تو و جونم دست تو سپردمش. سعی کن باش بد رفتاری نکنی. اون تفرک که تقصیر نداره. کجا داری میری؟ سلام، یه سر میرم تاوانی داره شکر میگم. تو چطه؟ چرا اینقدر هم ریخته ای؟ هیچی، من خوبم. کی گفته؟ چرا همه فکر میکنم من امروز یه طوری هم؟ اگه همه فکر میکنن اصلا یه طورت هست دیگه ها؟ برمیگردم. ای بزرگ بخشنده مهربان، رحم کن، کمک کن. فقط یه بار، فقط همین یه بار به جون رامی قسم میخورم، فقط همین یه بار قول میدم. سلام آقای توسلی، افشاری هستم از دادگستری، حالتون چطوره؟ آره میخواستم بگم من بررسی کردم، کلی وقت دادگاری این بر اون بر کردم تا تونستم یه وقت برای چند روز آینده براتون بذارم. چرا؟ چی میشه؟ بیمارستان؟ واسه چی؟ بخش زایمان، خانمم داره فارغ میشه، گفتم و اصرار کردن که باید حتما پیشش باشم. روحیه میخواد بنده خدا. بخش زایمان کجاست؟ طبقه دوم تشریف میبرین. مبارک باشه به سلامتی. من اومو یادتون نره قربون. بله بله. شما چی کار داری؟ ببخشید اینجا بخش مراقبت های ویژه هستی به خانم؟ میبینین که بله، راستش من یکی از بستگانم گفتم اینجا بستری. خب همین دیگه، میخوام ببینمش. این فامیل شما بنده خدا اسم نداره؟ چرا چرا، اسم که داره، اسمش حاج آقا زاره است، آقای محسن زاره. ایشون با شما چه نسبتی دارن؟ والا یعنی خیلی نزدیک نیست، خیلی هم دور نیست. پس در همین حوالیست؟ بله. ایشون تو حالت کما هستن و ممنوع ملاقاتن. فامیلتونو میگم. پس یعنی اینجاست. شما مطمئنین دیگه؟ ببخشید دست خودم نیست. خواهش میکنم، میدونم. خب دیگه خیلی ممنون، لطف کردی. خواهش میکنم. بله منم خواهش میکنم. درست؟ سوال دیگه ای داشتیم؟ بله بله، برای همینه که برگشتم اینجوری. بفرمایی. میخواستم ببینم
یعنی واقعا نمیشه دیدش از دور، فقط برای اینکه قلبم مطمئن بشم. دنبال من بیا. اینو بگیر دست، دست خالی نباشی. خیلی ممنون. شما خیلی خیلی چی؟ چیزی. پس مراقب باش. بله بله. بفرمایی. اینم فامیلتو. حالا قلبم قانع شدی؟ اگه فکر میکنی سوال دیگه ای نداری بهتره بری، چون من دارم خلاف مقررات عمل میکنم. فقط یه سوال دیگه. چی؟ حالش خوب میشه؟ خطر رفع شده، به موقع آوردنش. میشه این گل از طرف من بذاری تو اتاقش؟ حتما. وای چه گل قشنگی. شما کجایی آخه؟ شب شده. به ادارت من تلفن زدم، گفتن از صبح رفتیم بیرون. چرا این کار کردی؟ چی گفت بدون اجازه من به اداره تلفن بزنی؟ با کی صحبت کردی؟ دیگه هیچ وقت این کار نمی کنی، فهمیدی؟ الان داری چی کار بکنی؟ رامی گوش کن، من دیگه نمیتونم حرف بزنم. خداحافظ. سلام، منو که یادتون هست اونجا تو سی سی او. بله خوبم یادم هست. یعنی انقدر بیکاری که از ظهر تا حالا این دورو برا پلاسی؟ نه نه برعکس، خیلی هم گرفتارم. شما به من خیلی لطف کردین، منم خواستم تلافی کنم. مثلا چجوری؟ حداقل برسونمتون خونه. نگران نباشین، من مسافرکشی هم میکنم، فقط از شما کرایه نمیگیرم. خوبه؟ چیه؟ هول شدی؟ نه چه هولی؟ مسیرتون کجاست؟ فکر کنم بیشتر دلت بخواد بدونی حال فامیلتون چطوره، درسته؟ فکر بدی نیست، اونم فقط واسه اینکه سر صحبت رو باز کنیم، وگرنه من هیچ اصراری ندارم. نیم ساعت پیش از کما بیرون اومده و واکنشاش طبیعیه. خبر خیلی خوبیه، خدا رو شکر. حرف چی؟ حرفم زد؟ نه چیز به خصوصی بعد میگفت. یعنی چی نگفت؟ چرا یه چیزایی میخواست بگه. چی گفت؟ فکر کنم بیشتر میخواست یه اسمی رو بگه، مثل فرهاد، فروزان یا فرزان؟ آها فرزان. فرزان کیشه؟ پسرشه. پس چرا این پسر نیومد ملاقات پدر؟ ها؟ چرا؟ لابد خبر نداره طفلک. خیلی عجیبه، تو خبر داری و پسرش بی خبره. به نظر تو عجیب نیست؟ میشه که اصلا راجب اون حرفی نزنی؟ چرا؟ نمیدونم، چون هی احساساتی میشم. فکر کردم برات مهمه بدونی. نه دیگه اصلا برای مهم نیست. گوش کردن به مشکلات مردم ساده ترین کاریه که ما پرستارا انجام میدیم. حالا به خاطر حرفم اگه بخوای حاضرم به حرفات گوش بدم بدون هیچ منتی. من فقط میخوام بدونم که حالش واقعا خوب میشه. همین. احتمالا چند روز دیگه. خب دیگه تموم شد، اگه ممکنه دیگه اصلا راجع به اون حرفی نزنیم. ایسی دیگه بگیم. ظاهرن این بابایی که توی بیمارستانه باید برات خیلی عزیز باشه که انقدر براش احساسات به خرج میدی. نه خانم محترم، گفتم که اصلا گروه بابای اون نه برام عزیزه نه مهمه، اصلا میخوام سر به تنش نباشه. پس چرا انقدر وقت صرفش میکنی؟ من برای اون وقت صرف نکردم، من فقط میخواستم خودتو رو ببینم، برای همینه که این همه وقت فقط منتظر تو شدم نه اون. جدا؟ لابد الانم یه دل نه صد دل عاشق شدی. همینجا نگهدار، من پیاده شم.
تمسخر کردن آدم هم جز حرفتونه؟ عوضی گرفتی آقا، اون آدمی که فکر میکنی من نیستم، پس نگه دار پیادشم. یعنی نرسونم تو؟ لازم نکرده، میگم نگه دار، مگه گوشات سنگینه؟ لابد به ماشینم نگاه کردین، لابد به قیافه و رخت لباسم نگاه کردین، لابد فکر کردین من ارزشش ندارم. چند دفعه مثل بچه آدم بهت گفتم نگه دار، حالا مگر اون پای صاب مرده تو نظری روی این ترمز؟ خب گردن تو خورد میکنم بزنه. بیا خوب شد؟ بیا بیرون ببینه. مگه دیوانه شدی مگه؟ خب چی شده مگه؟ چه ترمز میزنی؟ خب زدم که زدم مگه؟ ترمزش زیاد شده. حالا شدم یه بوزینه کتک خورده خوبه؟ خواهد بر سر شما بکنم. خیلی ممنون که بالاخره رسیدم خونه. منم بابت همه چیز از شما ممنونم. من دوست ندارم آدم های غریبه بیان خونه، ولی واسه این که دست و صورت تو بشوری اگه دلت خواست میتونی بیای بالا. سلام مامان. منم. دستشوی اینجاست، دست و صورت تو زود بشور و برو درم ببند. باشه، خیلی ممنون. هنوز نخوابیدی؟ نه مادر، راه رفتی امروز؟ نمیتونم. اصلا؟ نه، خیلی خوب. یه نفر اینجاست، بذار بره، هر وقت رفت شما تو میارم با خود. خب؟ باشه، خودم اون نگاه کردن رو دارم. سلام. تو کجایی؟ ما رو ول کردی اینجا به امان خودی که چی؟ حالا به توضیح میدم. شما چطورین؟ چرا انقدر عقب کردی؟ کارا داره رو برا میشه. من با کلی کلک و نقشه کشیدن شخصا خودم رفتم دیدمش. حالش خوب نبود. بعد با یه پرستاری که اونجا کار میکنه تره دوستی ریختم تا از نزدیک اوضاع زاره زیر نظر داشته باشیم. خب بعد؟ خوشبختانه با خبر شدیم که حالش رو به بهبوده، خطر رفع شده، همه چیز تحت کنترل ماست. ما تا کی باید اینجا بمونی؟ نقشتون چیه؟ چرا هیچ به آدم نمیگین؟ خب زاره باید بتونه کاری که میخوایم انجام بده. یعنی تا کی؟ اومده به این زودی حالش بهتر نشو. تکلیف من چیه؟ اصلا اومده اون یارو مرد، اون وقت میخوان چیکار کنی؟ ای بابا خدا نکنه. ببین ریگو، من یه حرفه‌ایم، یا کاری رو شروع نمی‌کنم یا اگه شروع کردم تا تش میرم. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا عصبانی نشو، من درستش میکنم. با من بهترین کارو بکنی به نفعته. در ضمن سورساتم هم ته کشیده، واسه همین عصبیان. همه رو خوردیم اون همه؟ خب منم باید یه جوری سرم گرم کنم دیگه، و این حوصله‌ام می‌ریزه به هم. باشه باشه، الان ترکیبش میدم. بکن یه خرو خوب نیست.
تونماییتون تموم شده؟ بله تموم شده، باید بگم برمون بیارن. چه زود؟ همین پریروزا کلی تونمایی اینجا بود. مسافر زیاد اومده آقا، ما فکرشو نمی‌کردیم. خدا بخواد امسال برای باغدارا بهتر از پارسال. سلام. سلام علیکم. چهار بسته سیگارو بهمن میدی؟ چهار بسته؟ دو بسته بیشتر فعلا ندارم. باش اون دو بسته بده. باش. 700 تومن آقا جون. 55 دقیقه است. دست درد نکنه. آقا باقی پولتو. خدا بده برکت. اینا هم مثل شما مسافرن. اتفاقا سمت باغ شما. سمت باغ ما؟ بله، چطور ندیدینشون؟ خیلی هن، همینطور تو باقای اطراف ولو هن، خیلی هن. یه چی شده؟ تو کسی رو این طرف ندیدی؟ نه، چطور مگه؟ مطمئنی؟ ما که از اینجا بیرون نرفتیم، مگه قرار بود کسی بیاد این طرف رو؟ نه نه، ولی به نظرم اینجا نگرانش یه وقت، به نظرم این اطراف یه رفت آمدایی هست که خیلی باید مواظب باشیم. تو مگه کسی رو دیدی؟ نه، کسی رو که ندیدم، ولی حسم میگه فضا یه جوری سنگینه، انگار صد تا چش در آدم میپاد. خاک خیالاتی شدی، داره میزنه به سرت. شاید شاید جرنگه خودتو باختی، به خودت مسلط باش، ما داریم کارمونو خوب پیش میبریم. آره، اگه این اتفاق لعنتی برای زهره نیفتاده بود خیلی زودتر به نتیجه میرسیدیم. من مطمئن بودم. یعنی حالا مطمئن نیستی؟ چرا؟ نگه ده باشم، باید ببینیم این خانم پرستاره چه خبرهای جدیدی برامون میاره. باهاش یه قرار دیگه گذاشتم. سرت اونقدر گرم اون خانومه نشه که ما رو پاک یادت بره. با نه بابا. چه حرفی میزنی؟ سب کن خودت ببینی، عجله نکن، بذار حواسم جمع باشه. فقط تو دست منو ول نکنی. گفتی اسمش چی بود؟ رویا، رویا خانم، ولی تو بهش بگو خاله رویا. مواظب رفتارت هم باش، یه وقت جلوش بیادبی نکنی. خونه هاش، دیدمش، بریم. سلام رویا، چطوری؟ خوشی جای دیگه برای روزشتیم، اینجا چه خبره؟ یه بازی اون هست که کابین چهار نفره داره، ولی ما میتونیم دوتایی سوار شیم که خلوتتر باشه. خب بیا دنبال من، گمم نکنی. راستی رامین پسرم، سلام کن بابا. سلام آقا، چطوری؟ خب دیگه بریم، دیر نشه. چطور دیگه حالی از بامینتون نمیپرسی؟ از کی؟ از بامینتون زاره. آخ راستی حالش چطوره؟ خوب، آوردنش تو بخش خوب حرف میزنه و کاملا سرحاله. به کلی یادم رفته بود، ای کاش اصلا زاره ای تو کار نبود. چرا؟ فکرم به خاطر اونه که دلت میخواد منو ببینی. اولش چرا، ولی حالا دیگه نه. راستش من تو رو فقط به خاطر خودت میخوام ببینم. رامینم از تو خوشش اومده، خودش یواشکی نظرش به من گفت، یعنی من ازش خوش دیدم. رامین چند سالشه؟ عرض نداره، مگه تو چند ساله که نمیترسی؟ خودی ترسی بفر نکنم، بی و چهار یا پنج. یه تو چی؟ نظرم راجع به ازدواج دوباره چیه؟ چی میگی؟ نمیشنم. میگم تو با ازدواج دوباره آدم ها موافقی یا مخالف؟ دارم داره گوش میده، نمیتونم جواب تو بدم. ولی من موافقم، به نظرم آدم های تنهایی هستن که بتونن همدیگه رو خوشبخت کنن، فقط باید همدیگه رو درک کنن، پیدا کنن با کمک همدیگه. یه کار تیمی و مشترکه، مثل همین آنکارهایی که سرهم شده تا برای ما شادی و هیجان بیاره.
ولی من به اندازه تو خوشبین نیستم. خب لاغلی یکم فکر کن، شاید به همین نتیجه رسیدی. همون شد؟ آره، حیف شد نه؟ میخوای دوباره سوار شی؟ بکنم، بدم نیاد. مجبور شدم سه بار پشت هم سواری وسیله تفریحی مزخرف بشم که اسمش ترن هواییه. من سعی کردم به اون نزدیک بشم، البته اونم هیچ مقاومتی نکرد، از خودش حرف زد و زنش که 2 سال پیش به دلیل سرطان فوت کرده. فکر کنم اون با پسرش تنها بود، من کسی دیگه رو نتونستم شناسایی کنم. البته بچه های دیگه تیمم همراه ما بودن، ممکنه اونا گزارش بهتری بدن. اون تلفنم داره زنگ میزنه، من بعدم با شما تماس میگیرم قربان. بله حتما. الو سلام، چیزی شده؟ نه چیزی که نشده، چندین بار تلفن همراهاتو گرفتم اشغال بود. با کی حرف میزنی وقت شما؟ با یکی از دوستام صحبت میکردم، اصلا فکر نمیکردم به این زودی زنگ بزنی. آخه ما همین نیم ساعت پیش از هم جدا شدیم. بهت خوش گذشت؟ راستشو بگو، تو میگی نیم ساعته که از هم جدا شدیم، ولی برای من خیلیه. تو همین نیم ساعت خیلی دلم برات تنگ شده. باور میکنی؟ نگرانت شده بودم، خواستم مطمئن بشم که به خونه رسیدی. پس رسیدی. تو چی؟ تو دلت برای من تنگ نشده؟ رویا بذار یه چیز صادقانه بهت بگم. خیلی صادقانه. صبر کن صبر کن، بذار من یه دقیقه مونتومو درارم، یه لحظه گوشی اینجوری بهتر شد. اون چی بود که خیلی صادقانه میخواستی به هم بگی؟ من گوشم با توست. تو باعث شدی که امشب خونه ما حال هوای دیگه داشته باشه. امشب من بعد از مدت ها چراغای خونه رو همه رو روشن کردم، تو حال، تو آشپزخونه، تو اتاق خوابات، تو سرویسا، حتی حموم هم روشن کردم. گور پدر قبض برق، هر چی میخواد بشه بشه. چون من امشب یه احساس دیگه ای دارم، فکر میکنم چراغای خودم هم همه روشن و هی داره چشمک میزنه. رامین هم یه همچین احساسی داره، چون اونم بیخواب شده. الان تو اتاقش بیدار نشسته و داره با کامپیوترش بازی میکنه. خیلی احساس خوبی دارم، انگار همه دنیا، اصلا خود شرکت مایکروسافت با همه کامپیوتراش مال منه. فکر نکنم پدرجد بیل گیتس هم این احساس داشته باشه. پیش خودم گفتم چقدر خوبه که این احساسمو با تو تقسیم کنم. به همین خاطر به تلفن زدم. خب دیگه برو بخواب، دیر وقته، خوابای خوب خوب ببینی. شبت بخیر. رامین جان، همه خوابیدم بابا، تو هم دیگه خاموشش کن بریم بخوابیم. باش. خوبه خوبه، داریم کم کم به یک سرنخایی میرسیم. من که خسته شدم، کاراملو هم تلمبار شده، مردم و کارمندام همه شون بیچارا سرگردونه. یه چند روز دیگه دندون رو جیگر بذاریم تا ببینیم چی میشه. پس لاغر اجازه بدین منشیان بیان اینجا با هم به کارامون برسیم، منم سرم گرم باشه. برای شما که توفیر میکنم. شما لاغر 10 بار اینو گفتین، منم 10 بار جوابتون رو دادم. من به کسی نمیتونم اعتماد بکنم. این ما هستیم که شبانه روز داریم زحمت میکشیم، 8 تا تیم متخصص و زبده درگیر کار هستن آقا، ولی شما اینجا دارین استراحت میکنین و چکاپ میشین. در 8 روز گذشته حتی 1 لحظه از وضعیت بسترتون بیخبر نبودید. این آسون نیست آقا، این آسون نیست. شما باید ممنون ما باشید.
آخ الهی قربون اون اخم و تخمت بشم سرهنگ جون، میخوای یه موچی از اون لپات بکنم تا از دلت در آد؟ بفهمی؟ قربان نوار امروز همین الان رسید. زودتر بذار ببینمش پدر سوخته رو، دیروز سرا دلم واسش یه ذره شده. امروز سه شنبه است. آقا امروز سه شنبه است، تقویم امروز ساعت 11 است، تازه شروع کردیم، میخوایم صبحونه بخوریم. من الان خیلی خوبه، خیلی هم بهم خوش میگذره، استراحت کامل، هوای خوب و عالی. نگاه کن شما خیلی خیلی خالی، چه آتیش پاره ای شده. شما گرگا میگفتن با هم یه هواخوری درست حسابی میکردی. دل شما که واسه من تنگ نشده، چون هر روز داری من رو میبینی، اما دلم واسه شما یه خورده تنگ شده، یه خورده. شیطان دازم جناب سواکی هم خیلی آدم مهربونی هم، خیلی موازه من هستن. گزارش ملاقات آخرتون رو خوندم، حق با تو بود، یک شکنجه واقعی. حالا قرار دیگه ای نذاشتین که؟ هنوز نه، ولی حتما امروز برای یه قرار ملاقات دیگه تماس میگیره. آخه حسابی گیر داده، منم شماره تلفن همراه همو بهش دادم برای اینکه بتونه راحت تر با من تماس بگیره. به یوسفی خبر بده که اگر تماس گرفت حتما شنود بشه. باشه حتما. سعی کن زودتر بفهمی، حالا که میدونن زاره تو موقعیتیه که میتونه پولو فراهم بکنه، چرا علاقه ای به ایجاد تماس بعدی و پیگیری ندارن؟ چرا انقدر لفتش میدن کره خراب؟ قربان من که تقریبا مطمئنم اون تنهاست، پای هیچ باند و گروهی هم در بین نیست. امکان نداره جناب سرهنگ، احتمالا ما اشتباه کردیم، قضیه نباید انقدرام جدی باشه. به نظر من اون یه آدم تنها، احساسی، ساده و مستصله. همین باز هی میگه، یک آدم ساده، تنها، احساسی و مستصل با یک بیلیون دلار پول نقد توی مملکت چه غلطی میخواد بکنه؟ احتمالاً این آدم تصور درستی از پولی که خواسته نداشته. او خیلی آدم ساده ایه. امکان نداره، برعکس، خیلی هم آدم پیچیده ایه. سادگی نکن دختر جان، الان چند روزی که دائم تحت تعقیبه، بیشتر وقتشو دوروبر فروشگاه های کامپیوتری که قطعاً محل ملاقاتشه میگذرونه. ساعتها جلوی ویترین های مغازه وای میسته و از تو شیشه بچه های ما رو میپاد. گفتی فروشگاه کامپیوتر؟ چطور؟ مگه چیزی در این رابطه میدونی؟ اون یه بار در مورد کامپیوتر و شرکت مایکروسافت و اینجور چیزا با من حرف زده. خب. ولی من اصلا فکر نکردم حرف مهمی زده، اصلا جدی نگرفتمش، ولی الان روش کار میکنم، فقط به هم فرصت بدیم. به جمعه یالا، بی صبرانه منتظرم خانم مختاری. هزینه عملیات سر به فلک زده، صدای همه رو در برده. الان کجاست؟ خودش تو اداره است، پسرش هم تو خونه تنهاست. همین الان گزارش گرفتم، خودم ترتیبشو میدم. شام افتادم. بیا اینجا کمک کن، یه خبر خوش. کامپیوتر؟ بابا کامپیوتر چیه؟ تو هم سقط با کامپیوتر برداشتن. رویا خانم شب بیاد اینجا خونه ما، اینجا خیلی افتضاحه. بیا کمک کن. بیا من چیکار کنم؟ بجون برو همون خودتو با همون صابون سبز خوشبوئه که بود خوب بشون. نه اول برو اتاقت تمیز مرتب کن، همه چی بستر جای خودش باشه. ببین رامی، دلم میخواد یه کاری بکنی، وقتی رویا خانم اومد انقدر از تو خوشش بیاد که دلش بخواد برای همیشه همینجا بمونه. حالا باید کمکم کنم، هم باید شام درست کنم، هم باید همیشه تمیز و مرتب کنم. به چرا بایستادی؟ بجام دیگه. شام
اینم فاکتور. اینقدر لفتش نده، زود باش الان میاد. آخه این چه قیافه مزخرفی واسه خود درست کردی؟ عین جوجه تیری. حواست باشه جلوش بی ادبی نکن. به میوه ها شیرینی هم حمله نمیکنه. بذار اولون برداره بعد تو. خیلی مؤدب. یه خیار یه شیرینی. همین. چند دفعه نمیگیم بابا؟ رامین. عکسای مامانم بذار تو کشو. بچو. از بس که گل این پسر. خیلی خوش آمدیم. چیه؟ کامپیوتره، اینجوریش نکن. کامپیوتر؟ چجور کامپیوتری؟ مخصوصه، هیچکی مثل اینو نداره. کارم میکنه. کار
میکنه؟ چجوری؟ با اینجا. حالا اومد بالا. یوزرنیم پسورد میخواد. مین 1380. حالا میرین تو منوی استارت. بعدش پروگرام که اون بالاست. بعدش مایکروسافت ورد رو انتخاب میکنیم و روش کلیک میکنیم. شما نمیان؟ چرا؟ میان. چی بنویسی؟ بنویس. در دل من چیزی است مثل یک بیشه نور. یه خط بیا پایین تر. مثل خواب دم صبح و چنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه. دورها آوایی است که مرا میخواند. از خونه بیرون نیومده. چرا فرار کرده؟ امکان نداره. و من اصلا فکر نمی‌کردم که درست کردن کباب اینقدر زحمت داشته باشه. تشریف بیارید. آقا فرزانه یه کمی آغشتر برو، منم برات برسم. چش. این جانه با هیزم‌های فراوان یه آتیش حسابی در بیرون درست کردم. قدش نکن زنم جایی. بیلی برداری کن. تو ادامه بده. تو اینجا چی کار میکنم؟ من اومدم یک کمی با هم خوش بگذرونیم. مواظب باش. اون اسلحه چیه؟ از کجا آوردیش؟ یه اسلحه واقعیه. پرم هست. میخوای واسه امتحان است؟ منظورت از این چی؟ اون دوربین بیار بالا. سمت ما بگیرش و فیلم برداری کن. مواظب باش اشتباه نکنه. من دیگه اختیارم دست خودم نیست. بهت اختار کردم. آده خواهد. امکان نداره بتونی از اینجا بیرون. برای آخرین بار بهت میگم اون دوربین لعنتی رو بگیر سمت من. نباید ما رو به خاطر انجام از دیگه سر زنش. این همه یه وظیفه شما نبود. شما وظیفه دیگه هم داشتی. دیوانه شد. درسته. اما تو چه میدین؟ دوست همکارتون میگه من دیوانه شدم. خیلی هم دیوانه. دیگه همه چیز برای من تموم شده. از برادری هر چی میگم خوب گوش کنید. تا فردا صبح بهتون مهلت میدم. من پول میخوام. ای پسر، پدر چقدر پول داره؟ نمیدونم. نمیدونی؟ چرا نمیدونی؟ زیاد؟ کم؟ نمیدونم، غلطه. من بهت یه صفر میدم. اگه یه دفعه بگی صفر بگیری تمیم میشی. آره شد؟ بله. حالا بگو پدر چقدر پول داره؟ زیاد. من زیاد پول میخوام. زیاد. هر چی بیشتر بهتر. اگه دلار باشه بهتر. اونقدر بهم بدین که تو بگم بسه. سری شما رو برای همه واته بفرستید. وضعیت آماده باشه دو. بله قربان. همه واته آماده باشه دو. همه واته آماده باشه دو. گوساله. کاش همون اول بعد می‌کردم می‌کنم. بی‌خود برف شما گوش کردم. شما نمی‌تونین این کارو بکنی. مسئله دیگه مسئله شما تنها نیست. ما باید به روش خودمون این مسئله رو تموم بایون. این دفعه دارم راست راستی سکته میکنم.
بعد از دیدن اون نوار طاقتم تمام شده، دست خودم نیست. میبینین آخه اگه دستم بهش برسه تیکه تیکش میکنم، به عبارتی شاید جرش از وسط. الو الو، السلام علیک یا شیخ، اهلا و سهلا. جدی میگی؟ من به موزه نزدیک شدم، امنه، بیر بجاره دارم، تمام. قند براتون شیرینش کردم، فکر کنم سردردتونو خوب کنه. بخوری. تو کلاس چندم پسر؟ اگر زنده بمونم میرم سوم راهنمایی. تو کامپیوتر که داری؟ کامپیوتر؟ نه ندارم. برای چی؟ یعنی تو کامپیوتر نداری؟ نه ندارم. تو دیگه چرا؟ تو همونجا باشا چه تکون نخور. بشی. باشه. آماده باشه. یک، تمام. بیا خودت تمومش کن. تو بشین روی صندلی و جون نخور. باشه؟ باشه. بشین. منم رویا. درو باز کن. بدون اسلحه، بدون کلک. بدون اسلحه، بدون کلک. در بازه. اون در رو ببند، بعدش بگو چی کار داری. از من خواستن این ماموریت رو انجام بدم، در ضمن بهم گفتن توی این چمدونا 1,300,000 دلار پول نقده. با اولین پرواز دبی برا تو بردم، ولی همش تقلبیه، یه مش کاغذ بیارزش. اینو اول گفتم که باورم کنی، خودت گفتی بی کلک. جلوتر نیا، جلوتر نیا. خب خانم، حالا اسم این کار جرأته یا سوء استفاده؟ خانم پلیس، نمیدونم، ولی دیگه نمیخوام رو راست نباشم.
چون فهمیدم تو کی هستی و چی میخوای. از اینکه بی اجازه سفی که فت رفتم معذرت میخوام. لابد برات مشکل درست کردم. تو کارو خراب کردی، خرابتر از خراب، هم برای من هم برای خودت. کاش میتونستی ببینی اون بیرون چه خبره. من ارزششو نداشتم. چرا اینقدر برای من زحمت کشیدین و خرج کردین؟ مگه من کی بودم؟ جامعه امنیت میخواد. من به عنوان لازم نکرده شعار بدی. دیگه حالم داره از حرفاتون به هم میخوره. من که مجرم نبودم. من که این کاره نبودم. همه کارهایی که کردی و همین الان داری میکنی جرمه، یه جرم سنگین. چرا نمیخوای بفهمی؟ هیچ مجرمی مجرم به دنیا نمیاد. میاد؟ نه، مسلمه که نه. سلوت و اون چشماتونو بازتر کنید. شاید به خاطر همینه که الان اینجا. اما دیر، خیلی دیر. دیگه همه چی تموم شد. تو برای من نمونه زندگی خوشبینی و ساده دلی بودی. من ساعتها با رامین بودم، خیلی با هم حرف زدیم، از همه چیز و همه کس. حالش چطوره؟ میخوای ببینیش؟ شماها رحم ندارین، عاطفه ندارین. برای رسیدن به هدفتون از هر وسیله استفاده میکنین، حتی اگه اون وسیله بچه معصوم و بیگناه من باشه. تو داری قضاوت بیرحمانه میکنی. واقعیتش اینه که رامین خودش خواست تو رو ببینه، منم قبول کردم. رامین برای دیدن زشتی ها هنوز خیلی کوچیک. من نمیذارم پدرش این چیزی ببینه، حتی اگه خودش بخواد. ولی من نمیخوام، نمیخوام منو توی این وضعیت ببینه. بس، من تا ته غارت رفتم. دیگه چی هست اونو من میخوام؟ رامین هنوز نمیدونه موضوع چیه، نذاشتم بفهمه. شاید بازم دارم مرتکب خطا میشم. به هر حال من یه زنم، ساختن برام مهمتر از ویران کردنه. پس نظر هیچ وقت رامین اون چهره کرگه پدرشو ببینه. بذار همه چیز تو همین چهار دیواری تموم بشه. هنوزم خیلی دیر نیست، کافیه دستاتو ببری بالا. مطمئن باش همیشه دستی هست که دستاتو بگیره. بیرون آدمای زیادی منتظر دیدن این لحظه. و تو رو مأمور این کار کردم، چون میدونستم فقط تو با من میتونی این کار رو بکنی. من مطمئن نیستم. اینو هم به من ثابت کن، هم به بقیه. من بهش احتیاج دارم. برید، اینم تلافی اون خطایی که به خاطر من مرتکب شدی. حالا تو نجات دهنده ای. هر دوتون برید. ازت ممنونم. خدا حافظ آقای افشاری. وقتی ما از اینجا بیرون بریم، هیچ راه فراری برای تو نیست، مگر اینکه پرنده بشی. و
فرزان پسر کجایی؟ اوه دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور. چرا انقدر لاغر شدی؟ بابایی؟